به نام خدایی که همین نزدیکی سلام و عرض ادب وقت همه دوستان به خیر خیلی خوش آمدید به محصول آشنایی با اصول انتخاب رشته کنکور سراسری امیدوارم که مطالبی که عرضه میشه در پیش برد اهداف زیبای شما عزیزان مسمر سمر باشه خب بحث انتخاب رشته بحثی بسیار مهم و بسیار حساسه به هر بعد از دوازده سال درس خوندن و اون اتفاقات و فراز و نشیب های زیادی که در مدرسه داشتیم حالا میخوایم وارد دانشگاه بشیم به عبارت دیگه رسیدیم به آخرین فرایند و آخرین مرحله از آموزش و پرورش و میخوایم وارد آموزش عالی بشیم انتخاب مهم می داریم انتخاب حساس یا داریم نسبت به این انتخاب باید حساس باشیم نسبت به این انتخاب باید با آگاهی رفتار کنیم باید مشورت کنیم باید اطلاعات کسب کنیم انتخاب رشته بسیار مهم و حساسه چرا انتخاب رشته مهم و حساسه یک چون باید متناسب با شخصیت ما باشه به عبارت دیگه نباید حلکی انتخاب کنیم سرسری بگیریم اصطلاحا دیمی انتخاب کنیم بگیم حالا هر چی که شد حالا یه رشته میرم دیگه ببینم چی میشه اصطلاحی که شاید خیلی شنیدیم این اصطلاح اصطلاح خوبی نیست چرا چون که اکثر افرادی که این گونه انتخاب رشته کردن یا وسط کار رها کردن متوجه شدن که به کارشون نمیاد یا اینکه مدرک تحصیلی که گرفتن اونجا متوجه شدن که مسیر اشتباه اومدن و به کارشون نمیومده و اشتباه انتخاب رشته کردن حتما باید انتخاب رشته ما متناسب با این معیارها ما باشه تا حدی علاقه استعداد توانایی و بنیه علمی ما باید باشه خب اگر به ما رشته علاقه نداشته باشیم قطعا وقتی تو رشته وارد بشیم به دنبال بهونه ایم که ما بگیم ما به این دلیل موفق نشدم من از اولم علاقه نداشتم پس موفق نشدم به عبارت دیگه کسی که وارد رشته ای میشه و به اون رشته علاقه نداره یه جوری داره رسما اعلام میکنه که من نمیخوام موفق بشم اگر استعداد هم نداشته باشیم به همین صورت تواناییمون خودمون خودمون رو میشناسیم تو چه زمینه ای استعداد داریم توانایی داریم حتما بعد مد نظرمون باشه در انتخاب رشتهمون بحث بنیه علمی هم بحث مهمیه بنیه علمی مثال بخوایم بزنیم مثلا فرض کنید شخصی مهندسی شیمی انتخابش باشه ولی در درس شیمی در دبیرستان به هر دلیلی ضعیف بوده باشه بنی علمیش ضعیف آیا این شخص تو رشته مهندسی شیمی به نظر شما میتونه موفق باشه احتمالش خیلی کمه ما قطعی نمیتونیم بگیم ولی خب بنی علمی خودش در نظر نگرفته پس ملاک اولمون برای انتخاب رشته متناسب بودن رشته هایی که انتخاب میکنیم نسبی با شخصیت ما مثلا شخصی که فرد درونگرایی رشته های انتخاب کنه که باید ارز اندام کنه باید صحبت کنه باید پرزنت کنه اصطلاحا آیا میتونه موفق بشه مثل رشته حقوق رشته روانشناسی خب قطعا فرد درونگرا تو این رشته ها احتمال موفقیتش کمتره چه رشته هایی باید بره رشته مثلا حسابداری رشته کامپیوتر که نیاز به تمرکز داره نیاز به آرامش داره خب شخص درونگرا تو این رشته ها موفق تره یا فرد برونگرا در رشته های حقوق و روانشناسی موفق تره الی آخر پس بعد شخصیتمون رو تا حد زیادی بشناسیم و متناسب با اون انتخاب رشته کنیم دو انتخاب رشته مهم و حساسه چون ارتباط مستقیمی با آینده شغلی ما داره خب مشخصه دیگه ما رشته ای انتخاب میکنیم که در آینده شغلی داشته باشیم پس اگر نسبت به این موضوع حساس نباشیم و رشته هامون رو همینطوری انتخاب کرده باشیم نسبت به اون حساس نباشیم خب آینده خیلی نمیتونیم روش حساب کنیم آینده هم گنگه شغلی شاید نتونیم پیدا کنیم افراد زیادی در اطراف خودمون میبینیم که مدرک تحصیلی گرفتن ولی شغلی متناسب با مدرک تحصیلیشون به دست نیاوردن میتونیم بگیم اگر من رشته ای را انتخاب کنم که منجر به بیکاری من در آینده بشه کار عاقلانه انجام ندادم پس به نسبت به این موضوع حتما حتما باید حساس باشم سه نسبت به انتخاب رشته باید حساس باشیم چون چرا چون در برابر دخالت های دیگران باید آگاه باشیم منظور این جمله چیه منظور این که عزیزان اگر آگاه نباشیم اگر تحقیقات نکرده باشیم اگر آموزش ندیده باشیم به هر حال اطراف ما افرادی هستن که تو همه زمینه های زمینی و فرازمینی و همه زمینه های تخصصی اظهار نظر میکنن و این اظهار نظر افراد ناآگاه میتونه ما را گمراه کنه مسیر ما را منحرف کنه و ما به اون رشتههای های مد نظرمون نرسیم به اون موفقیت در آینده نرسیم حتما باید از افراد آگاه و کاردان و کاربلد ما نظر خواهی کنیم و مشورت کنیم جمله میگه حتی شاید فریب بخوریم منظور این جمله چیه منظور که وقتی زمان انتخاب رشته میرسه عزیزان ممکنه یک عده‌ای مخصوصا تو فضای مجازی از این فرصت سوء استفاده کنن و با شعارهای تو خالی و حرفهایی که واقعیت نداره بیان طوری وانمود کنن که میتونن کار عجیب غریبی انجام بدن یه فرد یا فردی با رتبه ی بد میتونن یه رشته خوب در دانشگاه خوب قبول کنن و ما تو اون شرایط وقتی استرس اون انتخاب رشته رو داریم شاید فریب بخوریم و با مبالغ زیادی بریم نزد اون فرد و فکر کنیم میتونه برای ما کاری کنه در صورتی که باید بدونیم عزیزان انتخاب رشته یه کار اصولی مثل ریاضی قانون داره که شخصی با رتبه بد نمیتونه رشته خوب و دانشگاه خوب قبول بشه پس بعد نسبت به این موضوع آگاه باشیم چهار باید بتوانیم به آن ببالیم در آینده وقتی مدرک تحصیلی رو گرفتیم وقتی شاغل شدیم بعد بتونیم به اون انتخاب رشته اون افتخار کنیم که این انتخاب رشته رو انجام دادم وسواس بودم حساس بودم اهمیت قائل شدم پس نسبت به انتخاب رشته عزیزان حساس باشیم آگاهی کسب کنیم اطلاعات کسب کنیم عجله نکنیم و انتخاب رشته رو انجام بدیم این سه تا سوال با هم بررسی کنیم سه تا سوال مهم عزیزان سوال یک چی میگه؟ میگه آیا خودمان میتوانیم انتخاب رشته را انجام بدهیم؟ پاسخ جلوش نوشته شده. بله. خودمان هم میتوانیم. به دو شرط. یک. اینکه آگاه باشیم. اطلاعات کسب کرده باشیم. روی موضوع زیاد مانور دادیم. دو اینکه اعتماد به نفس داشته باشیم خودمون رو قبول داشته باشیم به توانایی خودمون اطمینان داشته باشیم فردی که اعتماد به نفس نداره متاسفانه توانایی هم که داشته باشه اطلاعات هم که داشته باشه نمیتونه از اون استفاده کنه و منحرف میشه مسیرش اعتماد به نفس زیربنای تمام اتفاقات مهم تو زندگیمونه پس خودمان میتوانیم انتخاب رشته انجام بدهیم به این دو شرطی که با هم مرور کردیم سوال دو میگه آیا برای انتخاب رشته نیاز به مشاوره با دیگران داریم خب پاسخ مشخصه بله ما تاکیدمون بر همینه حتما مشورت کنیم با افراد کاردان با افراد دلسوز از اینترنت استفاده کنیم سایت های معتبر تاکید میکنم سایت های معتبر خود سازمان سنجش و سایت هایی که تو این زمینه معتبرن و اعتباری کسب کردن حتما نظر خواهی کنیم حتما بررسی کنیم حتما تحقیق کنیم که انتخاب رشته اصولی و خوبی انجام بدیم انشالله و سوال مهم سوم آیا برای انتخاب رشته حتما باید نزد مشاور برویم؟ این جمله میگه آیا حتما باید نزد مشاور بریم انتخاب رشته کنیم؟ پاسخ مشخصه که خیره حتما نباید خب چه شخصی میتونه خودش انتخاب رشته کنه تو سوال یک بررسی کردیم دیگه کسی که آگاه نیست کسی که اعتماد به نفس نداره باید نزد مشاور بره خب مشاوری هم که باید نزد و مشاور بره شرایط داره کاردان باشه کاربلد باشه دلسوز باشه اعتباری کسب کرده باشه و از همه مهمتر عزیزان حرفای عجیب و غریب نگفته باشه شعارهای توخالی نداده باشه ادعاهای واهی نکرده باشه انتخاب رشته یه بحث اصولیه بحثی که با توجه به سری قوانین انتخاب رشته انجام میشه که مشاورهای دلسوز این کارا انجام میدن ما خودمان هم میتوانیم انتخاب رشته انجام بدهیم انشالله با آگاهی و اعتماد به نفس خوب و سالم امیدوارم که انتخاب رشته همه شما عزیزان بهترین نفع انجام بشه و آینده خوبی در انتظار همه شما عزیزان باشد خب میخواییم یک نمونه کارنامه ای از یه داوطلب عزیزی که سال 402 آزمون شرکت کرده با هم بررسی کنیم همچون که ملاحظه میفرمایید ابتدا خب کد ملی نام نام خانوادگی یا میزنید چیزایی که اطلاعات فردی هر کدوم خب از ما موظفیم وقتی کارنامه‌مون رو دیدیم حتما بررسی کنیم درست باشه کد ملیمون اون مشخصاتمون حتما درست باشه و ایرادی نداشته باشه این چیزی که وظیفه هر کدوم از ما است این قسمت ببینید نوشته که سهمیه نهایی سهمیه نهایی این داوطلب عزیز ایثارگران 5 درصد بوده سهمیه منطقه دو خب سهمیه منطقه دو منظور چیه؟ ببینید سازمان سنجش کشور رو به سه منطقه تقسیم میکنه. یعنی تمام داوطلبین با هم مقایسه نمیکنه. منطقه یک، منطقه دو و منطقه است. منطقه یک شامل شهر تهران، اصفهان، شیراز، مشهد و تبریز یعنی دانش آموزان این چند تا شهر با هم مقایسه میشن و رتبه بندی میشن. منطقه دو اکثر مراکز استان و شهرهای نسبتاً برخورداره و منطقه سه هم به مناطق محروم و شهرستانهای کمتر برخوردار خب این داوطلب منطقه دو بوده رشته تجربی شرکت کرده تو بند سه دارید ملازمی میفرمایید سال 402 دیپلم گرفته شهر بجنورد ال آخر بیایم تا به کادر پنجم اینجا مهمه از کادر پنج به پایین رو بررسی کنیم کادر پنج نوشته که پذیرش در رشته های صرفاً بر اساس سابقه تحصیلی یعنی رشته هایی که به رتبه و تراز آزمون مرتبط نیست در این زمینه در ادامه فایل ها مفصل بررسی میکنیم که این رشته ها چگونن بریم یا نریم و چهرتش کامل با هم بررسی میکنیم خب دورای روزانه نوشته مجاز هست در کادر پنج داریم بررسی میکنیم مجازی و پردیس خودگردان مجازه پیام نور مجازه دانشگاه آزاد هم مجازه این کادر پنج میتونیم بگیم اکثر داوطلب مجازن خیلی اهمیتی شاید برای ما نداشته باشه چیزی که مهمه کادر 6 پذیرش در رشته های با آزمونه اونایی که بر اساس کنکور ما بر اساس رتبه علمی ما و اون معدل دیپلم ما بررسی شده خب گروه تجربی کادر 6 رو داریم بررسی میکنیم. گروه آزمایشی علوم تجربی گفته دوره های روزانه و نمرت دوم مجازه پس میتونه انتخاب رشته کنید در دانشگاه های روزانه من نوبت دوم یا همون شبانه که باز هم اینو مفصل بررسی می کنیم. مجازی پردیس خودگردان لاخر مجازه دانشگاه فرهنگیان شهید رجایی مجازه غیر انتفاعی قطعا مجازه و خدمتتون از کنم آزادم که قطعا مجاز میشه خب بهیاری افراد خاصی هستند که شرط خاصی دارن یعنی مدرک بهیاری دارن سابقه کار دارن شامل حال اونا میشه که ای به اونا تعلق میره کاری به ما موضوع نداریم پس این داوطلب عزیز رتبهش احتمالا خوب بوده و تونسته دانشگاه های رشتههای روزانه رو مجاز بشه پس این به ما میگه که شما میتونید تو انتخاب رشته دانشگاهی روزانه و بقیه دانشگاه ها را انتخاب کنید اگر فردی رتبهش خوب نباشه تو کادر 6 دورای روزانه و دوم میزنه غیر مجاز شما نمیتونید رشته های روزانه و نمات دوم به عبارتی دولتی ها را انتخاب کنید بریم سراغ کادر 7 بسیار مهمه نمرات کل منظور چیه؟ گروه آزمایشیش که علوم تجربی بوده نمره کل آزمون اختصاصی این داوطلب 8127 نمره کل سابقه تحصیلی همون آموزش و پرورشش 9067 نمره کل نهاییش 8503 اینو منظور چیه؟ میخوایم با هم بررسی کنیم عدد اول 8127 نمره کل آزمون اختصاصی یعنی این داوطلب تو کنکور شرکت کرده بر اساس درصد هایی که در دروس مختلف تونست پاسخ بده سازمان سنجش اومده تراز گرفته نمره کل گرفته نمره کل یا همون تراز تراز معنیش چیه؟ تراز یعنی میگه آقا شما رتبه علمی در مقایسه با دیگران چه عددیه؟ چگونه به دست میاد در ادامه با هم بررسی میکنیم فعلا این جدول و این کارنامه رو مفصل بررسی کنیم تراز توضیح نسبتا کاملی با هم خواهیم داشت پس کنکور ایشون امتحان داده تراز شده نمره علمی شده 8127 برای دیپلمش نمراتش عالی بوده سابقه تحصیلیش و آموزش پرورش برای آموزش عالی سازمان سنجش ارسال کرده ترازی که معدل دیپلمش و دروس دیپلمش به داده بوده بالاتر بوده نشون میده که این داوطلب داوطلبی که بوده که تو امتحان نهایی درس خون بده نمرات خوبی کسب کرده سال 402 40 درصد تاثیر مستقیم داشته معدل که اینا تاثیر داده سازمان سنجش نمره کل نهاییش 8503 شده به واسه تراز این داوطلب 8503 شده و کادر 8 کادر هشت رو میاد رتبه رو میگه گفته که گروه آزمایشی کادر 8 رو بررسی میکنیم گروه آزمایشی علوم تجربی رتبه در سهمیه منطقه خوب دقت کنید اینا رو ببینیم منظورش چیه رتبه در سهمیه منطقه 8811 در بین 191915 نفر یعنی این بالا داشتیم دیگه کادر دو گوشه کادر دو میبینید سهمیه منطقه 2. این دافتره در, در منطقه دو بوده که کل داوطلبان منطقه دو کشور 191915 نفر شرکت کردند. ایشون بین اینا 8811 رتبش بوده ولی کن تو بند بعدی هم آدو نوشته شده رتبه کل در سهمیه نهایی سهمیه نهایی عددش تغییر کرد 46449 کلش بوده ایشون شده 1828 معنی چیه؟ منظورش چیه؟ منظور اینه که چون این داوطلب بازم بیایم بالا ببینیم چون سهمیه ایثارگران 5 درصد بوده سازمان سنجش رتبه افرادی که سهمیه دارن رو با هم مقایسه میکنه گفته آقا 46449 هزار نفر بچهای تجربی سهمیه 5 درصد داشتن ایشون بین این تعداد اون تونسته رتبه 1828 تا کسب کنه به عبارت دیگه وقتی میخواد انتخاب رشته کنه دیگه به کدوم عدد کار داره ایشون به عدد 1828 بر اساس اون انتخاب رشته میکنه نه بر اساس رتبه در سهمیه منطقه یعنی 8811 اگر سهمیه نداشت خوب دقت کنید با عدد 8811 انتخاب رشته میکرد و ارسال میکرد حالا که سهمیه داره باید با بچه های سهمیه دار مقایسه بشه و انتخاب رشته کنه این موضوع موضوع مهمیه پس اگر سهمیه نداشته باشیم با افراد بدون سهمیه مقایسه میشیم و انتخاب رشته میکنیم اگر سهمیه داشته باشیم با افراد سهمیه دار مقایسه میشیم و انتخاب رشته میکنیم موضوع موضوع مهمیه پس ما به عدد 1828 در طلب کار داریم برای انتخاب رشته بعد تو این خونه بی چی گفته گفته آخرین رتبه مجاز در سهمیه نهایی یعنی گفته چی این به ما ارتباطی نداره فقط عدده رو بشناسیم گفته بین 46449 هزار نفر که سهمیه پنج درصدی داشتن آخرین رتبه ای که میتونه و مجاز انتخاب رشته کنه چیه؟ سی و پنج و اون به ما ارتباطی نداره خود اون شخص میدونه این فقط محض اطلاعه و آخرین خونم خونه سی هم به همین شکله گفته رتبه کشوری بدون اعمال سهمیه فقط میاد به ما میگه آقا اگر شما سهمیه نداشین دافت علف سهمیه نداشت در کشور که کلن 504408 نفر شرکت کردن رتبه شم میشد یه اطلاعات یه عددی که فقط بدونیم در انتخاب رشته وقتی میخوایم کد رشته هامون انتخاب کنیم این عدد تأثیری نداره این شون در بین 500 هزار نفر حدودن شده حدودن 20 ,000 ,000 رتبه 20 هزار آورده پس دو تا نکته کلیدی یک رتبه در سهمیه منطقه برای افرادی که هیچ سهمیه ای ندارن 5 درصد 25 درصد ندارن با هم مقایسه میشن بر اساس اون رتبه بندی میشن و انتخاب رشته افرادی که سهمیه دارن با هم مقایسه میشن. بریم سراغ بحث تراز که تراز چگونه به وجود به دست میاد یه مقداری بررسی کنیم و ببینیم در ادامه چه مطالبی رو داریم انشاالله خب بریم سراغ بحث تراز یه مقداری پیچیده است یه توضیح مختصری فقط بدیم و رد بشیم ببینید ما هر درسی که پاسخ میدیم تستاشو میزنیم یه نمره خامی ما میده مثلا من ریاضی و مثلا برف از 30 تا سوال بوده جواب دادم 15 تا سوالش جواب دادم خط کسری خوب دقت کنید خط کسری میاد میگه 15 تا سوال بین 30 تا سوال من جواب دادم خب پانز تعداد پاسخ های صحیح 15 تا سوال جواب دادم 10 تاش درست بوده خب 10 ضرب در 3 میشه 30 چند تاش اشتباه بوده تعداد پاسخ های اشتباه هم اینجا می نویسیم میشه 5 5 تاش هم اشتباه بوده پس صورت کسر میشه سی من های 5 مخرج کسر هم تعداد کل سوالا سی تا بوده ضرب در سه میشه 90 مخرج 90 صورت کسر هم 25 تقسیم بر 90 عددی که به دست میاد میشه درصد پاسخگویی من در درس چی در درس ریاضی تا اینجا درست و بس یه نمره خامی من اینجا کسر کردم یه عددیم فرض میکنیم سی درصد به دست اومد فرض میکنیم خب میانگین چیه میانگین درصد پاسخگویی تمام داوطلبین اون منطقه رو سازمان و سنجش حساب میکنه بر تعداد تقسیم میکنه میانگین پاسخگویی بچه‌ها به دست میاد اسم که انحراف معیار یه فرمول ای داره کاری به فرمول این نداریم اینجا ما کار داریم تی تراز مساوی زد زب در 2000 به اضافه 5000 چرا این مطالب ما داریم بررسی میکنیم برای اینکه اگر پشت کنکور بودیم سال بعد خواستیم کنکور بدیم بدونیم این خیلی به ما کمک میکنه حالا مطالبی که با هم مرور میکنیم دو به دیگران میتونیم آموزش بدیم سه شاید برای خودمون سوال پیش اومده باشه تراز از کجا به دست اومده بابت این داریم اینو بررسی میکنیم پس زد ضرب داره 2000 به اضافه 5000 میشه تراز زد حالا چیه یه خط کسری ایکس منهای x بار تقسیم بر S نمره خام من در, در درس ریاضی منهای میانگین بچه ها تقسیم بر انحراف معیار چی ها میخوام بگم بچه ها چی اینجا مهمه انحراف معیار به ما ربطی نداره نسبت به پاسخگویی بچه ها و کل داوطلبا به دست میاد میانگینم هم همینه ولی چیزی که مهمه نمره خام منه نمره درصد پاسخگویی منه من چقدر تونستم در اون دست پاسخ بدم چقدر تونستم از دیگران فاصله بگیرم ایکس منهای ایکس بار ایکس منهای میانگین یعنی به عبارت دیگه من هر چی از میانگین پاسخگویی بچه ها بیشتر و بهتر جواب داده باشم و درصد بالاتری جواب داده باشم این کس عدد بزرگتری به دست میاد یعنی زد بزرگتر میشه زد تو این کس تو این فرمول قرار بدیم جواب کل تراز ما بالاتر میشه به عبارت دیگه اونایی که رتبه برتر کنکور میشن حتما درصداشون رو شما میبینید وقتی بررسی کنید درصد پاسخگوییشون بالاست یعنی نسبت به بچه های دیگه های دیگه فاصله زیادی گرفتن این یه نکته دو اینا باید بدونیم تراز درس با درس هم ترازش جداگونه است یعنی درسی که ضریب بالاتری داره مثلا تو تجربی زیست که ضریب بالاتری داره تراز بالاتری میده این دو اینا حواستمون جمع باشه اولویتمون تو بچه های تجربی زیست خوب بخونیم اولویت اون باشه نه که بقیه رو نخونیم ولی اولویتمون در درسی که ضریب بالاتری داره باشه این نکته دو نکته سه هر سوالی هم ممکنه طرازش شدگونه باشه به عبارت دیگه سازمان و سنجش همونطوری که تو کنکور هم دیدید سوالای آسان داره متوسط داره و سخت داره سوالای سخت بچا تراز بالاتری میده نسبت به سوال آسانی یعنی فرض کنیم من پنج تا سوال جواب دادم دوست منم 5 سوال ولی من 5 سوال متوسط جواب دادم دوست بنده 5 سوال سخت تو درس زیست جواب داده تراز کدوم بالاتر میشه تراز دوست بنده بالاتر میشه تو درس زیست چرا؟ چون که سوال سخت و جواب داده پس حواسمون جمع باشه اگر پشت کنکور موندیم یا برامون سواله که چرا من که اینقدر سوال جواب دادم دوستم اینقدر سوال میگه جواب دادم چرا ترازمون با هم متفاوته به علت این فرمولی که با هم بررسی کردیم و کلا تراز میاد رتبه علمی من و ما نسبت به دیگری نشون میده رتبه مثلا یه فردی رتبهش هزار شده فرد دیگه رتبهش هزار شده یه دونه تو رتبه عددش فرق داره ولی وقتی میری ترازش رو بررسی میکنی مثال میزنیم آن وقتی میری ترازش رو بررسی میکنی میبینی اون فردی که رتبهش هزار شده ترازش یازده هزاره اونی که رتبهش هزار و یک شده ترازش ده هزار و مثلا هفتصد یعنی سی سیصد تا رتبه علمیش با تره برای همین سازمان سنجش ملاکش ترازه ملاکش نمره و سطح علمی نه رتبه پس بر اساس تراز سطح علمی ما مشخص میشه هرچی رتبه پایین تر باشه یعنی ما درس خونتاریم. یعنی شرایطمون بهتره رتبه ده رتبه 11 بهتره هرچی عدد رتبه پایین تر باشه بهتر و تراز برعکس هرچی تراز ما بالاتر باشه یعنی ما شرایط علمی بهتری داریم رسیدیم به مسلس مهم در انتخاب رشته کنکور سراسری مثلثی که سه تا رأس دانشگاه شهر و رشته سه تا رأس تعیین کننده ما ملاک های دیگری هم برای انتخاب رشته داریم ولی این سه تا ملاک بسیار تعیین کننده است و بسیار بعد مورد توجه و بررسی ما قرار بگیره و بعد انتخاب رشته رو انجام بدیم بریم با همین سه تا رأس رو بررسی کنیم ببینیم چه موضوعاتی یا باید مد نظرمون قرار بدیم رأس اول شهر فاصله تا محل زندگیمون خب شهری که میخوایم انتخاب کنیم قطعا باید بدونیم در کدام استان چقدر فاصله داره تا دا محل زندگی ما اینا اصلا نباید این موضوع سرسری بگیریم میگیم حالا هر جایی شد شد حتما فاصلش فاصله اون شهر تا محل زندگی ما باید مورد توجه ما قرار بگیره مورد دوم و مهمتر شاید بگیم وسیله رفت و آمدمون به اون شهره به اون محلی که میخوایم انتخاب کنیمه آیا وسیله راحت گیر میاد آیا با اتوبوس با قطار با هواپیما میشه رفت یا نه وسیله سخت گیر میاد نه از این شهر باید به شهر دیگه بریم با دو سه وسیله باید بریم به اونجا یا برگشتش هم فرق نمیکنه از اونجا بخوایم به محل زندگیمون برگردیم وسیله به راحتی گیر میاد مثال بخوایم بزنیم مثلا تهران به قم تهران به قم وسیله رفت آمد هر ساعت از شبانه روز هم اتوبوس هست هم سواری هست هم با سواری خودت میتونی بری حتی قطار هست و بالعکس هم همینطور و خیلی مثال دیگه میشه زد این گزینه گزینه بسیار مهمیه که وسیله رفت و آمد به اون شهر چگونه است از تهران به شهرهای دیگه به خیلی از شهرها درسته که اتوبوس هست ولی هر موقع شبانه روز نیست اینا مد نظر اون باش. خب نکته سوم فرهنگ و رسم و رسوم ساکنین آن شهر منظور این که ما از یه شهری با یه زبان خاصی با یه فرهنگ خاصی بریم وارد شهری بشیم که زبان اون شهر کاملا متفاوت رسم و رسومش متفاوته و شاید نتونیم ما با اون فرهنگ و رسم و رسوم خودمون رو وفق بدیم اینو باید بدونیم بدونیم به چه شهری میخوایم بریم ما همه صحبتمون اینه که ما این ملاکا کل بررسی این مطالبی که داریم با هم بررسی میکنیم و موضوعاتی که داریم مطرح میکنیم اینه که ما اطلاعات داشته باشیم حالا یه فردی شاید یه انتخاب دیگه ای داشته باشه و یه ملاک دیگه ای داشته باشه بگه خیلی موضوع مهمی نیست فرهنگ ولی باید بدونیم باید بدون اطلاعات بس بس داشتن اطلاعات اومد از افراد نزدیک از اقوام نزدیک بنده بود که وقتی که انتخاب رشته کرد و یه شهر دور رفت حالا اون رشتهش واقعا ارزش داشت شهر دور بره ولی وقتی اونجا رفت ترم اول واقعا سخت بود واقعا وقتی می اومد منزل با اینکه پسر بود حتی گریه میکرد اصلا نتونسته بود با اون رسم و رسوم اون شهر و به هر حال شرایط اون شهر خودش رو وفق بده و چندین بارم صحبت انصراف زد ولی خوشبختانه انصراف نداد تا بالاخره ادامه تحصیل داد ولی واقعا اذیت شد پس فرهنگ و رسم و رسوم اون شهر رو حتما مد نظرمون قرار بدیم سطح دانشگاه آن شهر آیا اصلا ارزش داره این همه سختی‌ها تحمل کنم رفت و آمد و فرهنگ رسم و رسوم و همه شرایط تحمل کنم آیا اصلا دانشگاهش در اون حد هست که من بخوام برم اونجا واقعا گزینه مهمیه واقعا بعضی دانشگاه درست مثلا رشته اگه ریاضی باشیم مهندسی ها را ارائه میده ولی واقعا سطح اون دانشگاه اون شهر هیئت علمیش و الی و امکاناتش واقعا پایینه